سلام علیکم. سلام عزیزان. سلام. در خدمتتون هستم. مزاحمت شدیم. زنده باشید. کار داشتی اون پشت. اگر اجازه بدید من دو تا مناظره آماده کردم. مناظره بین بینی عمل کرده و بینی بدون عمل و مناظره بین پیژامه و شلوار جین. بله. عالی بود. با اجازهتون. بفرمایید. یک دماغ خوشبر و رو و دقیق تازه بیرون آمده از زیر تیغ گفت روزی با دماغی بی عمل ما دوتا هستیم اهل یک محل. من ولی از بس به خود پرداختم یک دماغ بهتر از خود ساختم. هیچ قوزی با من از دیروز نیست، شادم از قوزی که بالا قوز نیست. کوچک و زیبا و سربالاستم، ای دماغ کج ببین من راستم. آفره. من برای خوشگلی خون دادم، خرج کردم، چند میلیون دادم. مثل من گر خواستی باشی به روز، نسخه های قوزهایت را بقوز. خرج کن زیرا خدا روزیده هست، نیست نادم هر کسی قوزیده است. بعد یک مدت دماغ بی عمل گفت با ناراحتی بچه محل، بس بکن این طعنه را این نیش را، دیده ای سوراخ‌های خیش را؟ هرچه سربالاست بهتر نیست که، چون دو سوراخت برابر نیست که. این دماغ گنده پر آوازه است، با دو سوراخی که هم اندازه است. آن که خیلی ژرف میبوید منم، افتخار صورت محمد منم. خوشگله با این که خیلی خوشگلی، در تنفس هم دوچار مشکلی. من همینجوری دماغی سرخوشم، هرچه اکسیژن بخواهم میشوشم. چون حوازی خوب تمرین میکنم، روی قوزم جایگاه عینک است، اصطلاحاً قوز کوچک قوزک است. من دهانم از دماغم دور نیست، تو دهانت با دماغت جور نیست. خوب خوب است اتفاقاً حال من، دور شو از چهره نچرال من. بعد از این گر خواستی باشی به روز، هیچ آدابی و ترتیبی نقوز. 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 به 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 به. مناظره شلوار جین و پیژامه. به. چند روز پیش یک شلوار جین دید یک پیژامه و گفتین چنین. هیچ کس آیا تو را تن می کند؟ با تو فکر راه رفتن می کند؟ من در این دوران مودم پیژامه جان، تنخور مردم شدم پیژامه جان. خواهشن باور بکن بی ریختی، از گذشته آبرو می ریختی. بعد یک مدت کشت شل می شود. ناگهان پیژامه شد اندوهگین، گفت با ناراحتی شلوار جین، این که در ظاهر قشنگی خوب نیست. من نمی افتم زمود شلوار جین، پس نکن قد 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 شلوار جین. آف ممنونم. دو تا سفید از آقای خمسه و خانم نظام دید سفید سوم و چهارم. چهار تا سفید بر افتخارش. خب نظرات رو میشنویم. ممنونم. یا اصلا بحث نداره. آره نمیتونم خلاصه بگیم. حالیه دیگه. اصلا ما فخندیدیم. حالی بود. چقدر بابا خلاق این شعر رو. میتونیم از آقای شهرام جان خواهش کنیم که فنیشو بگم. بله. اگر ما نظرم واقعا با چراغ زنده با. آقای محمدی. آقای محمدی توی شعر اولش شاید یه جاهایی توی قافیه مردم تعجب کنن از مصادر جعلی که ساخته بود. میخواستم اشاره کنم به شاعری که همه عمرش گذاشت رو همین کار، طرزی افشار. نمونه شعرش هم مشهوره، هممون شاید شنیدیم. مبادا که از ما ملولیده باشی، حدیث حسودان قبولیده باشی. چو درس محبت نخواندی چه سود در
فروییده باشی، اصولیده باشی، برو ترزی یا زلف خوبان به چنگت زمانی بیفتد که پولیده باشی. منتها شعر ترزی خیلی نگرفت. چرا؟ چون اندازه شوخی رو رعایت نکرده بود. به قول خودمون خیلی ساده، خیلی فنی و علمی میشه این که گندشو درآورده بود، انقدر تکرار کرده بود. شورشو درآورده بود. خیلی فنی و خیلی علمیش میشه که شورشو درآورده بود، انقدر گفته بود. اما آقای محمدی به اندازه از همین و نشون میداد که بلد شوخی و میتونه همین کلی شوخی بسازه، اما اندازه رو، دوز رو به قول دکترها رعایت کرده بود. دست درد نکنه، خوب بود. یه جوری دعوای سنت و مدرنیته هم بود دیگه. عالی، متشکرم. یاد کنیم از گل سرسبد. یه خواهش داشتم که شعر دماغو برای من بفرستن. حتما. من یه عمر میخواستم این شعر رو بگم، نمیتونستم. برای هممون، برای شما. دماغ، شلوار جینم من دوست داشتم. محمد جان ممنونم. استراحت کن، میبینیمت. به افتخار محمد عزیز.